داور حالا اشاره میکنه با سوت داور، دابو بازی رو برای سپانی ها آغاز میکنه. بازیکن خیبر صاحب توپ هستن، رو به عقب میارن. محسن طرهانی اونجا صاحب توپ، اگر فرصت بشه سری بازیکن دو تیم رو خدمتون معرفی خواهم کرد. عرض کردم هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران جدال خیبر و سپاهان باید زده بشه. ارسال روی دروازه، تیره یک، موقعیت داخل محوطه جریمه، فرصت برای خیبر و توپ رو موقتا دور میکنن بازیکن سپاهان. رسید آریا یوسفی، خود یوسفی یه تو سر توپ، یه پاس در عرض و به بیرون رفت و خبری هم از کورنر نیست. کوتاه کار میکنه، دقاقله به توپ رسیده. حالا دقاقله ارسال روی دروازه، موقعیت برای تیم خیبر داخل محوطه و برمیگردونن بازیکن سپاهان. در اختیار داره، یه پاس در اون، فرصت برای سپاهان داخل محوطه جریمه، تکل خوب این موقعیت و اون سمت توپ به بیرون رفت. بازیکن بلند قامت سپاهان داخل محوطه جریمه، ارسال حالا انجام میشه. یه موقعیت، یه ضربه سر و ضربه سر حزباوی خطرناک از بالای دروازه به بیرون رفت. تمرینات سختی رو باتیستا زیر نظر او قطعا داره. دقاقله ارسال روی دروازه، حالا فرصت برای تیم خیبر. کجا زد ضربه شارف رستمی؟ رستمی پشت توپ، موقعیت، این ضربه و خوبم زد ضربه شو انصافا عارف رستمی. سمت راست همچنان بازیکن خیبر و پرتاب به سود این تیم هست. میتونیم حرکت رو سرم ببینیم اینجا، ببینید ضربه که عارف رستمی زد، طاهرخانی واگذار کرد. حالا دقاقله، چه فضایی رو دقاقله در اختیار داره. ارسال روی دروازه، موقعیت برای تیم خیبر، همچنان یه برخوردم اونجا، بله پنالتی، پنالتی برای خیبر. حرکت رو سر چقدر خوب فرستاد دقاقله، اینجا دانشگر یه تأثیر گذاشت و بی احتیاطی برایان دابو کار دست این تیم داد. خراب شد روی قنبری، ببینیم با هم این ضربه تو اومد روی هوا، قنبری حرکت کرد، فقط اومد زد، اصلا به توپ کاری نداشت. جدال قنبری با تجربه مقابل دروازه‌بان ملی پوش سپاهان رو مرتاد قنبری، قنبری ضربه رو میزنه و توی دروازه، توی دروازه قرار گرفت. تو حساب کار یک بر صفر میشه، ورزشگاه منفجر میشه. حالا ضمن اینکه دومین گل فصل خودش رو به این شکل میزنه، اولین گل تاریخ خیبر در لیگ برتر رو در ورزشگاه تختی خرم‌آباد هم به ثمر میرسونه. یه بار دیگه ببینیم از این زاویه، خیلی خوب زد، با اینکه تشخیص هم داد. کاوه رضایی بولی توپ رو یه لحظه در آورد، حالا موقعیت برای اسدی، یه شوت دیدنی رو زد و تیر دروازه توپ رو. این یه بار دیگه این صحنه رو خیلی خوب زد اسدی، توپ تیر دروازه برخورد کرد و گودرزی پشت توپ، کریمی ارسالش روی دروازه، این موقعیت و باتیستا توپ رو گرفت. ببینیم به چه شکل استفاده میکنن بازیکنان سپاهان. کریمی ارسال خواهد کرد، روی ضربات ایستگاهی خطرناک نشون دادن و بازم ضربه سر کاوه رضایی و تکرار کورنر. بی به دنبال توپ و تکل خوب از کوین بولی توپ رو به بیرون فرستاد. به نظر میتونی نقطه ضعف باشه برای باشگاه در یک استان که از استان خودشون کمتر بازیکن اصلا ندارن بازیکن. موقع برای سپاهان داخل محوطه، این ضربه عجیب و غریب از بازیکن خیبر چیزی نبود، گل به خودی ببینیم اونجا. یه موقعیت خوب، فرصت برای سپاهان داخل محوطه، کاوه رضایی و حالا توپ توی دروازه، قرار آفساید، اعلام آفساید شده زمانی که پاسو داد. بله کاوه رضایی در آفساید به توپ رسید. این حرکت آفساید نیست، در ادامه حرکت اول آفساید. بازم بازیکن سپاهان، کریمی سمت راست، محبی فرصت، ارسال روی دروازه، برگشت تو و این موقعیت خطرناک. بازم خوش شانس بود خیبر، بازم خیبر خوش شانس بود، تو به تیر دروازه برخورد کرد باتیستا. ببینید با هم این ضربه سری که گودرزی زد و توپ به تیر دروازه برخورد کرد و یک بر صفر است به سود تیم خیبر. بازم فرصت برای سپاهانی ها، کوین بولی میاد اونجا، کاوه رضایی در برگشت، موقعیت برای تیم سپاهان، یه تو سر توپ و بازم باتیستا.
بازم باتیستایه که توپ رو در اختیار میگیره. کریمی برای سپاهان کورنر رو حالا میزنه بلند به تیر دو، این موقعیت و دروازه که باز میشه. دروازه خیبر این بار باز شد، عرض کردم روی ضربات آزاد سپاهانی ها خطرناک ظاهر شدن، کلن یارگیری هم نکردن اصلا. فرصت هست که بر اینجا ببینیم با هم دیگه این ضربه سری که حزباوی زد جلوتر از دانشگر، هیچ کس هم نبود، یعنی دو نفری که در تیر دو بودن حتی یه نفر هم نیومده بود اینا نزدیک بشه. کلن اینجا هم میتونست خطا اعلام بشه، چرا نگرفت خطا رو؟ داورم داشت میدید صحنه رو، کاملا مشخص بود. پا به توپ، مهران احمدی میاد داخل محوطه جریمه، موقعیت برای خیبر و توپ رد شد از فرید امیری. سفیر چوغایی رو صاحب توپ کرده خود سفیر چوغایی، حالا با مهران احمدی یه دور میزنه مهران احمدی، ضربه ای که زد و با اختلاف کم از کنار دروازه به بیرون رفت. اوورد روی پای چپ خودش به این شکل، شوت محکم رو زد که با اختلاف کمی از کنار دروازه. بازم در خط دفاعی بازیکن سپاهان، حالا فرصت پشت محوطه جریمه، این ضربه و واکنش عالی است آنتونیو باتیستا. زدن ضربات ایستگاهی بازیکن خیبر، ببینیم به چه شکل ضربه زده میشه. ارسال کریمی بلند به تیر دو، این ضربه سر رو باتیستا که توپ رو در اختیار میگیره. بازم موفق‌تر در زدن ضربات سر بازیکنان سپاهان، یک سه امتیاز شیرین رو به دست بیاره. کدام موفق‌ترن ارسال؟ این خیبر که فعلا موفق‌تر عمل کرد پشت محوطه، همچنان بازیکنان تیم سپاهان. این ارسال و موقعیتی که به دست میاد و دروازه‌ای که باز شد، بله باز شد دروازه. جواد آقایی پور بود که دروازه رو باز کرد، آفساید بود یا خیر؟ داور اونجا میره صحبت میکنه، هنوز گل رو اعلام نکرده داور، یه مشورت میخواد بکنه اونجا با کمک خودش. آخرین ثانیه ها در واقع هفت دقیقه هم تموم شده بود، به گل رسید سپاهان، به گل رسید و سه امتیازی که برای اونها هست. اینجا ببینیم آفساید نبود، آفساید نبود و باز هم اشتباه خط دفاعی خیبر کار دست این تیم داد. و حالا سوت پایان بازی به صدا در میاد توسط آقای حسین زیاری، با برتری 2-1 سپاهان مقابل خیبر. خیلی هم خوشحالن و حیف شد واقعا خیبر توی مسابقه در ثانیه های پایانی شکست خورد، بازی خوبی رو به نمایش گذاشت. هرچند فعلا اول فصله و ماجراجویی های خیبر آغاز شده، حتما نقاط ضعف بررسی خواهد شد. خیبری ها هفته آینده باید مقابل سپاهان، مقابل ذوب‌آهن مساف بکنن و زمان زیادی باقی است برای جبران نتیجه.